باور کن از عصبانیت دارم سکته میکنم. کرم، نمیفهمم تو چطور تونستی بدون اطلاعی من مخفیانه این کارو انجام بدی آخه. در اصل من نمیفهمم تو چطوری در عرض 104 فصل عوض میکنی ها؟ ما این موضوع رو چقدر قشنگ مثل بهار تموم کرده بودیم. این زمستون دیگه از کجا اومد؟ نمیدونم. اگه میخوای برو از بابام بپرس. نیست شما دو تا دوست صمیمی هستین؟ آره، آره. اصلا برو پیش بابام. بریم کباب درست کنین، تخمه بخورین، حتی دست دست هم دیگه با هم دیگه بگردین بابا. برین اون ور بازی کنین، دیگه این ورام نیاین. ای پک چرا اینطوری میگی؟ من تو رو دوست دارم نه بابات. بابات برای من یه هوس زودگذر بود. فهمیدی؟ خوشگلم. کرم، اینقدر از دستت عصبانیم که دیگه انرژی برام نمونده به خدا. برو دیگه، اصلا یه مدت غیب شو. برو نبینمت بابا. نه نمیشه. این دیگه کیه تو باغچه‌تو؟ تا آشنا نشم هیچ جا نمی. واقعا یه ساعت رفتیم بیرون، باغچه از این رو به اون رو شد. خیر باشه. هی، تو همون ابراهیم دیوونه نیستی؟ پس قبلا اسممو شنیدی؟ آره همونم. خوشبختم جناب، منم ایپکم. سلام، منم کرمم. اگه تو دیوونه باشی من روانی هستم دوستم. در مورد اینکه خوشبختم یا نه الان هیچ نظری ندارم. عجله ای نداریم، زمان همه چیو نشون میده دوستم. کرم چی کار کنم ایپک؟ نمیتونم از دیدنش خوشبخت باشم، ولی اصرار میکنه دیگه، مجبورم بگم از دیدنت خوشبختم. چرا اومدی ها؟ اهل کجایی؟ خال امینه و خال فهیمه کجا؟ اونا همین الان رفتن داخل، دارم برای ابراهیم غذا درست میکنم. آمون کرم، میگم ابراهیم برادرزاده خال فهیمه هست. خب پس دیگه کاریش نمیشه کرد. بذار تو رو بیشتر بشناسم. به کدوم رشته ورزشی علاقه داری؟ میخوای نقاط ضعف تو بشناسی؟ میخوای ماشین تو بذارم تو حیاط خونه ما؟ حتما دوست دختر داری دیگه. آره کی برمیگردی انشالله؟ تازه قهوه درست کردم، میخوری؟ خوابمو نمیپرونه؟ به نظر میاد که همینجوری هم خوابت پریده. حق با توه. زود باش بیا. چطوره؟ زندگی تو ماشین؟ این که زود به زود جاتو عوض میکنی و به هیچ جا تعلق نداری. تو خودتو متعلق به جایی میدونی. این اواخر؟ نه، ولی مثلا آدمایی هستن که خودمو متعلق به اونا میدونم. دوستام، خانوادم. فکر میکنی چی آدمو توی شهر نگه میداره؟ چون تو استانبول کسی رو نداشتی رفتی؟ عاشق بودم، ازدواج کرده بودم، اما به هم خیانت کرد و رفتم. یعنی با رفتن همه چی میگذره؟ هیچی نمیگذره.
اونی که میگذره میره، فقط ماهی. ولی دور شدن، مسیر رو یه طولانی رفتن خوبه. کاش منم میتونستم. تو این قضیه کاش نداره، همه میتونن هر لحظه برن و واقعا هم داریم میریم. مهمترین چیز میدونی چیه؟ اینه که رفتن و فرار کردن و از هم جدا بدونیم. میتونی هر وقت که خواستی از یه نفر و از یه شهر بری، اما نمیتونی از خودت و احساست فرار کنی. مراد کیه؟ تو هنوز خوابیدی؟ من نمیفهمم تو این وضعیت چطوری میتونی بخوابی؟ چون نتونستی بیدار بشی به این وضع افتادی. صبح تو هم بخیر، تو با چی شده؟ کمد لباسات کجاست؟ اینو بهم بگو. بالاست، چطور مگه؟ زود برو لباساتو بپوش بریم، دختره داره میره. کدوم دختره؟ کجا داره میره؟ حیات داره استانبول ترک میکنه. اینه. یعنی چی حیات داره استانبول ترک میکنه؟ هنوزم داری سوال میپرسی؟ دختره داره از دستمون میره، زود باش. خب از من چی میخوای؟ تو باید از عشقت نگهداری کنی مراد، این داستان نباید اینجا تموم بشه. داره کجا میره تو میدونی؟ نمیدونم. من اگه الان بهش بگم بمونم دیگه نمیمونم، میره. پس هر کاری از دستت برمیاد انجام بده که نره. بلیتش مال کیه؟ چیزی نگفت. بودو بودو بهش برسی. آیات
کجا میری؟ این به تو ربطی نداره. نکن تو نکن برو، من دیگه دلیلی واسه موندن تو این شهر ندارم. یعنی چی تو به خاطر من داری میری حیات؟ به نظرت حق ندارم. همه چی اونطور که فکر میکنی دیگه نیست. هیچ کدوم از حرفاتو باور ندارم. حیات، حیات کجا میری؟ جایی میرم که تو نباشی. اجازه نمیدم اینطوری بری. تو نمیتونی واسه من تصمیم بگیری.